به نام خداوند بزرگ و منان هموطنان عزیزم سلام و وقتتان بخیر شما را بسیار بسیار زیاد خوش آمدید میگم به یک دیگری از برنامه های اکسیژن برنامه اکسیژن یک برنامه فوق عالی اطلاعاتی و معلوماتی است و امروز هم موضوعات خوبی را ما در برنامه اکسیژن انتخاب کردیم که تقدیمتان میکنیم در بخش وزد قرار است روی قبضیت یا یبوست صحبت بکنیم یک موضوع بسیار جدی که هموطنان ما از ما خواستن در واتساپ پیام گذاشتن که باید روی قبضیت صحبت شود و در شروع یک پیام یا مجده و دوستایی میتون که دوست دارن سهمی از برنامه اکسیژن باشن میتونین دیدگاه و نظریاتتان را در واتساپ با ما شریک بسازین اگر دوست دارین یا شما بعضی از مشکلات دارین و به دکترها میشرمین و گفتن نمیتونین میتونین نازادانه و شماره واتساپ ما مشکلتان بگوین تا ما پردازش بدین و با دکترای بسیار متخصص مجرب کاملا راحت صحبت بکنیم و مشکلات جدی شما حل شود و شماره واتساپ ما پیام بگذارین 0745 500 335 و همچنان بعض اوقات دست ما همچنان قسمت های از سر ما پاهای ما همه وجود ما دوچار یک خارش میشه و یا برش میگیم حساسیت های فصلی کدام دلایل باعث میشه که ما دوچار خارش های و یا حساسیت های فصلی شویم منتظر بخش تندرستی ما باشه در بخش چشمانداز دوستای خوب ما امروز یک رویداد بسیار تازه و و کاملا عجیب و غریب تقدیمتان میکنم ای که کرمهای مرده در مغز یک مرد پس از 20 سال منجر به تشنج شد و همچنان در بخش بازدید تیبی یا تحقیقات تازه و دوستایی که دوست دارن جوان باشن و عمر بیشتر داشته باشن مجدمتون محققان یک واکسین را تولید کردند که ضد پیری هست و باعث جوانی ما بخش بازدید طبی از دوستا یکی از دغدغه های مرد و زنا دی است که البته دی وقتانه معمولا از دهه های قدیم و از گذشته هایی است که ما باید جوان بانیم و عمر بیشتر بکنیم اما به نظر ما داشتن عمر بیشتر و قدر خوب نیست همین که کیفیت زندگی ما خوب باشه این بهترین موضوع است گروهی از دانشمندان ژاپنی یک واکسین را تولید کردن که روند پیری را کاهش می‌دهد. البته زمانی که ای واکسین را تولید کردن با تزریق ای واکسین گفتن ما تا جای میتونیم سلولای معروف زامبی را کاهش بدیم با موش ها ای واکسین را تزریق کردند و دیدن که ای البته متوقف نشده سلولای پیری موش ها بلکه برعکس تا جای کاهش پیدا کرده این تیم تحقیقاتی گفتن ای واکسین قادر هست که در بدن باتون ها را تولید بکنه دوستایی که پیششان پرسش خلق میشه یا سوال خلق میشه که باتون ها چی است باتون ها در حقیقت آنتی ها و یا پروتین هایی است که در قبال بعضی از میکروب ها و یا ویروس ها جنگ میکنه و از این طریق واکسن باتون های را که تولید میکنه توسط گلوبول های سفید خون ما به با این باتون ها میچسبه و باعث میشه که تا جای ای از بین بره البته دکتر سالوادور ماسیب از دانشگاه لستر که عضوی از این تیم تحقیقات بوده گفته ما استراتژی یا روند پیری بسیار پیچیده و مغلق است ما گفته نمیتونیم که فرزن روند پیری را به کلی ما متوقف میسازیم و یا هم معکوس میسازیم اما تا جایی گفته با استفاده از همچو تولیدات و یا با استفاده از همچو واکسینا ما میتونیم که یک تاثیر بالقوه به خاطر کاهش سرعت روند پیری در نظر داشته باشیم زمانی که این تیم تحقیقاتی تحقیقات را در رابطه با روند پیری انجام دادن گفتن ما به یک محدودیت بسیار سخت ما دوچار شده ایم. ای که فرزن تعداد سن مشخص نیست که ای واکسین سن را تا چند سال افزایش میده اما تحقیقات را که انجام دادن گفتن ممکن تا 130 سال عمر افزایش پیدا بکنه اما باز بسیاری از دانشمندان نظر برعکس را داشته گفتم ممکن بعضی از اشخاص باشه که بیشتر از 130 سال جاودانگی داشته باشه گفتم مهم نیست که خب این پرسش قدر جالب هم نیست که فرزند بیشتر عمر میکنن یا خیر اما حداقل این واکسین این کارایی خوب را داره که میتونه سلولهای های معروف زامبی را مقدارش کاهش بده و ما خوشبختانه گفتن در قسمت کنترل سلولهای های پیری توجه زیاد را گفته و یا کارهای تحقیقات زیاد را انجام دادیم که از دهه های قبل ای تحقیقات به صورت یک تحقیق کلیدی استفاده میشه و فعلا که واکسین ضد پیری هم تولید شده بتانه دوستایی که دوست دارن و روند پیریشان را کاهش بده و ازش استفاده بکنن از بخش بازدید طبی ما دوستان بریم به طرف یک میان برنامه دوباره برمیگردیم برگشت هموطنان عزیز به شما وعده داده بودیم که امروز در بخش وزت قرار است روی قبضیت یا یبوست صحبت بکنیم معمولا میلیون ها افراد در جهان هستند که بعض اوقات از مشکل قبضیت یا یبوست رنج میبرند که یک مشکل جدی ناخوشایند هست که منجر به این میشه که بعضی از اختلالات را به ما به بار بیاره ای که کدام دلایل باعث بشه که ما دچار قبضیت یا یبوست شویم قرار است دکتر صاحب سید بسیر سادات متخصص داخل عمومی در رابطه با یبوست یا قبضیت به ما شما معلومات بده پس این بخش تا آخرین لحظات دنبال بکنیم خوش آمدین دکتر صاحب وقتتون بخیر تشکر از شما زارا جان و تمام دفتر در برنامه سلام و احترام خدا خدمت تمام بینیده های عزیز تلویزیون تقدیم میکنم امیدوار هستم که تا این دم اما هموطنان عزیز ما از صحت کامل برخوردار بوده باشند انشاءالله زنده باشند دکتر سب معمولا ما یاداور شدیم که قبضیت میتونه یک مشکل بسیار خطرناک و ناخوشایندی باشه که بسیاری از هموطنان ما دچار از این مشکل میشن میشه در شروع در رابطه به قبضیت کمال بله. که شما گفتین زراجان قبضیت از جمله پرابلم های و معمول است که اکثرا از طرف ملیزای مقدر مطرح بس نیست و اکثر بیان نمی کنند. خود قبضیت در اثر حمل نادرست روده ها. با وجود می آید حواملش مختلف باشه در هر سن سال حواملش می فرق بکنه در نزد اطفال حوامل مختلف داره در نزد کاهلان حوامل مختلف داره نظر به عادات زندگی نظر به موقعیت جغرافیایی و نظر به شرایط اقتصادی زندگی حواملش می که مختلف باشه بله پس شاید ترین علائم یا نشانهایی که در افراد و یا در اشخاص در سنین متفاوت دیده میشه میشه که علائمی که اکثرا پیش اشخاص دیده میشه لازم به است که ما بگوییم که یک شخص حد اقل اگر در یک هفته به صورت متواتر سه روز رفع آجت نکنه در اون صورت ما گفته میتونیم که شخص مصاب است به کانستپیشن یا قبضیت هر روز که پیش شخص پیدا میشه اکثرا انتفاق بدنی پیدا میشه هبدومنال کرامپ برش میگن امه. و همچنان نارامی پیدا میشه بیخوابی پیدا میشه خود دردها در قسمت فوقانی شکم پیدا میشه امه. اینا هر جمله اعراض والای میست که پیش مریضای ما که اکثران مسابقه قبضیت هستند پیشون رخ میده بله و همچنان بعضی از دلایل و یا علت چون شما گفته نظر به سطح زندگی فرم فرق میکنه هر بله. کس با مشکلات جدی میتونه روبرو شوه کدام علت و یا دلایل میتونه باعث شوه که یک فرد مصاب به قبضیت یا یه بسات شلو. قسمی که قبلا گفتم اختلال در حمل کرده روده ها زمانی به وجود میاد که شخص عموم معیاراتی را که در به خاطر خوردن غذا است مثلا کنترل نکنه عاملش عواملش میتونه که مربوط به رودهها باشه و عوامل بیرونی هم میتونه داشته باشه از جمله عواملی که بسیار زیاد مهم و است عدم نوشیدن یا ننوشیدن آب کافی و مایات است یک شخص باید به طور کامل روزانه دونیم یا یکونیم لیتر آب باید استفاده بکنه اشخاصی که اصلا هاب کمتر استفاده بله. میکنن بیشتر مصاب میشن به قبضیت و دیگه استفاده کمتر از فایبر است فایبر مم. یک نوع ماده است که او خودش ترک پذیری روده ها را سبب میشه بله. او اکثرا در سبزیجات و میوجات موجود میباشه اشخاصی که کمتر از میواجات و سبزیجات استفاده میکنن اونا میتونن مصاب به قبضیت شن افرادی که اکثرا شیشته هستند عدم تحرکیت دارن بله. یعنی فعالیت فیزیکیشان کمتر از درو صورت خود غذا از جهاز مسیر جهاز هضمی بسیار به مشکل تر میشه در او صورت در مسیر جهاز اسمی باقی میمونه و رداها ها به جسم میکنه باعث قبضیت میشه و همچنان خانم هایی که عمل دارن در نزد خانم ها در زمان حمل خود افرازات هورمون پروژسترون و استروژن هورمون تغییرات مییم و این باعث میشه که خانم مصاب شوه با قبضیت و همچنان خانم های عامل از دواهای کم استفاده کنند مخصوصا فولیکاسید و آهن اینا هم می که باعث قبضیت شوه افرادی که استرس دارن، خود ام. استرس و افسردگی ها زمینه رو مساعد می که سطح خود هورمون های دماغی مخصوصا هورمون های هپنفرین و اینا در افرازاتش که مشکل بوجود بیه و همچنان سیرتونین هورمونی است که در افراز از اون مشکل پیدا میشه و باعث میشه که روده ها کند شد و حرکاتش کمتر شد بله. و همچنان اشخاصی که اکثرا مصاب به کمکاری غده تایروید هستند یا ام. هایپو تایرویدزم دارن و دواهای جاغر استفاده میکنن اینا هم میتونن باعث قبضیت شدن البته عواملش در نزد اطفال و کاهلان فرق میکنن بله. در نزد اطفال میخوایم خدمت عزیز خدمت کودکان که در ماه یک اول مشکل که به نام عدم تحمل لاکتوز یک حالت است پیدا میشه یا لاکتوز انتولرانس شیر خودش منبع غنی از کلسیم و ویتامین دی است از روده های کوچک باید مواد افراد شود به نام لاکتوز <applause> لاکتوز که افرازاتش کم بود پیدا میکنه در روده ها صورت نمیگیره او باعث میشه که طفل مصاب میشه و قبضیت که <applause> با ضرور صورت ما برای اطفال از شربت های لاکتوز یا لاکتوز استفاده میکنیم که حرکات روده را تنظیم بکنه بسیار خب قسمی که گفتین غذاها میتونه نقش و سازای بله. خود را داشته باشه بله. در قسمت بهبود <applause> قبضیت و یا همچنان در قسمت تشدید, <تصفيق> تشدید <تصفيق> قبضیت پس بیاین از تشدید شروع میکنیم بعدن غذاهایی که خیلی مفید است کدام غذاها باعث تشدید قبضیت غذاهایی که باعث تشدید یا قبضیت میشه خدمت همتون عزیز باید برسانم که غذایی است که کمتر فایبر داره مثلا کچالو است برنج است نان خشک است اکثر همتون ما علاقمنده نانهای نان های سفید سبزدار هستند نان های سفید سبوزدار اونا خودش فایبر نداره و همچنان در ها به صورت دوامدار باقی میمونه و باعث خطرات بسیار زیاد بر علاوه قبضیت دیگه مشکلات در جاز می بار امیدوار هستم تمام همتون عزیز ما از نان های سیاه و سبوزدار باید استفاده بکنه خود سبوز باعث که حرکات روداد تنظیم شوه و شخص باعث قبضیت نشه اما تو گفتم کچالو و نان خشک با برنج و گوشت اینا غذاهایی هستند که کلشان کم، کمتر فایبر دارن میتونن که باعث قبضیت بشه اشخاص شون بله و همچنان دکتر صاحب بسیاری از هموطنان ما به نحو بی هستند بله، بله، و بعضی از بله جدی نمیگیرن بعضی بله. مشکلاتی که ما می داشته باشیم میگم خب خیر نه یک مشکل عادی هست میشه تیر میشه, تیر میشه و بله. خوب میشیم بخیر این در مورد جدی بودن خطر بگویید که چقدر هشدار دهنده است و باعث میشه که ما را به مشکلات جدیتر دوچار دچار هر مشکلی که در قسمت مشکلاتی که برای انسان پیدا میشه اونها در مراحل حوالیه باید سرش فوکس شه و توجه شه و به دکتر مراجعه شه در صورتی که توجه نشه و به شکل صفحه بعدیش داخل شه مشکلات عمده رو بار میره خود کانستپیشن یا قبضیت میتونه اختلاطات مهم را در قبال داشته باشه یکی از اختلاطاتش خودش رکتر پرولاپس است یعنی شخص در صورتی که زیاد زور میزنه خود مقعد میبره و بیرون میشه مقعد دیگه از اختلالاتش به نام فیسور هنر است یک غار اضافی در قسمت مقعد پیدا میشه که <متحد> او بسیار زیاد یک چیز جنجالی هست و میتونه که مشکلات بر شخص به وجود بیاره اینا و دیگه همرویت یا بواسیر است در صورتی که شخص قبضیت خود را کنترل نکنه آیستا است با همرویت یا بواسیر مبتلا میشه اینا از جمله خطراتی است که پیش شخص میتونه در صورتی که تداوی نشه قبضیت مشکلات ایجاد بکنه بله واقعا خطرات بسیار جدی که حتی مورد تهدید به مرگ میکنه و از اوقات پس دکتر صاحب این مشکل که قدر جدی هست مطمئنا تداوی های را هم داره بین در رابطه با تداوی های تداوی های قبضیت شامل دو مرحله میشه یکی مرحله ای که شخص با غذا و مایات میتونه تداوی کنه مم. که اکثرا اشخاصی که همیشه به قبضیت مبتلا هستند اکثرا هستن هستن. اشخاص سالمندا هستند چون اونا میشینن و غذا آیسته است مجرای خود جاز از می عبور میکنه و باعث قبضیت میشه اونا باید طرز شیشتن خود را باید درست بکنن روزانه قدم بزنن فعالیت ورزشی داشته باشن و همچنان صبحانه از جوس طبیعی میوه‌جات که اکثرا میوجات که خود ما در دا دسترس داریم یک گلاس قبل از غذا باید استفاده بکنن <applause> قسمی که قبلا گفتم از سبزیجات و همچنان غذاهایی که فایبر در دا ترکیبش داره و آب زیادتر از او استفاده بکنن در قسمت تداوی قبضیت و از وقتی که اشخاصی که در یک هفته از سه روز <applause> چهار روز قبض هستن در او صورت اونا میتونن که از دواهای قبضیت که خطر نداره استفاده بکنن دوایی که در بازار زیاد موجود است شربت های ملک اوف مگنزیم است و همچنان شربت های لاکتولوز است و قطره های گیاهی است که برای تطبیق از او قضیه طرف میتونن که از اونها استفاده بکنن بسیار خوب خیلی سپاس دکتر صاحب موضوعات بسیار مهم را اشاره کردین اگر در پایان کدام گپ و گفتنی در رابطه با قبضیت مانده باشه میشه بفرمایید تشکر امیدوار هستم که همزنان ما سوالاتی را که مطرح کرده بودن تا اندازه تانسته باشیم برشان روشنی داده باشیم دیگه خدا کنه که هم هموطنان عزیز ما از صحت کامل برخوردار باشن و در رژیم غذایی خود امو استاندارد ها را در نظر بگیرند به امید صحت و سلامتی شما سلامت باشین دکتر صاحب با شما هموطنان عزیز یادآور شده بودم که امروز قرار است در رابطه با خارش پوست یا حساسیت های پوست یک بسته معلوماتی تقدیم تام شوه معمولا جدا از اینکه در اثر گزیدن پشه پوست ما و یا جلد ما دچار خارش و یا حساسیت میشه یا هم در اثر موجودیت شپش در سر ما باعث میشد که ما سر ما دچار بعضی از خارش ها یا پوست ما دچار بعضی از خارش گشاد که دیگه کدام دلایل و عوامل میتونه که پوست ما را باعث خارش شوه و یا حساسیت شوه میریم بسی تندرست را میبینیم و دوباره زود برمیگرده آشنایی با علت خارش پوست و بهترین راه های درمان آن گاهی بدون هیچ دلیل خاصی احساس خارش در پوستتان دارید این مشکل ممکن است بر کیفیت زندگی شما اثر بگذارد و حتی خوابتان را مختل کند. بیشتر اوقات تشخیص علت خارش پست دشوار است. گاهی علت آن ساده و به لباسی که پوشیده اید مربوط است. اما خارش پست ممکن است علامت مشکلات جدی تری باشد، مانند بسورات پوستی یا یک بیماری دیگر. علت خارش پست با توجه به علت این مشکل، پست ممکن است ظاهر عادی، سرخ، درشت و یا برآمده داشته باشد. متاسفانه خاراندن مکرر پوست ممکن است برامدگی های زخیمی را بر پوستتان ایجاد کند. بدتر اینکه که گاهی این برامدگی ها خونریزی یا عفونت دارند. بسیاری از افراد با مراقبت های نظیر مرتوب کردن روزانه، استفاده از پاکننده های ملایم و حمام کردن با آب شیرگرم تسکین میابند. اما بهبود درازمدت نیازمند شناسایی و درمان علت خارش پست است. علایم خارش پست ممکن است مناطق کوچک و خاصی از پوستتان نظیر دست، پا یا تمام بدنتان با خارش مواجه شود. این مشکل گاهی بدون هیچ تغییر قابل ملاحظه روی پوست رخ می دهد و گاهی نیز با این علایم همراه است. مانند سرخی، برآمدگی یا لکه، خشکی یا ترک پوست و پوست پوست شدن یا چربی پوست. اگر پوستتان خشک باشد، با خارش متوجه خشکی آن می شوید. خشکی پوست به ویژه در فصل زمستان و در مکانهایی که هوا خشک است بدتر می شود. این مشکل با افزایش سن شایع تر است. برای تسکین خارش پوست خشک می توانید این کارها را انجام دهید. بعد از همام و در حالی که هنوز پوستتان نمناک است از کریم های مرتوب کننده مناسب پوست خشک استفاده کنید. مایات زیادی بنوشید تا بدنتان مرتوب بماند. از دستگاه بخار و یا رطوبت ساز استفاده کنید. سریعا حمام کنید و از آب خیلی گرم بپرهیزید و از پاکننده پست ملایم استفاده کنید. اگر در قسمت هایی از بدن خود متوجه سرات پوستی شدید، احتمالا مشکل از پوست شماست. در این موارد خارش پوست ممکن است به دلیل عفونت های باکتریایی مانند زرد زخم، التهاب و یا عفونت پیاز موی پوست باشد. حشرات گاهی خارش پوست به دلیل گزش حشرات است. اگر پشه شما را نیش بزند متوجه آن می شوید. اما تشخیص نیش ساس و کنه سخت تر است. زیرا جای نیش این حشرات مانند بخارات پوستی به نظر می رسد. اگر در پوست سر احساس خزیدن و خارش دارید، علت آن ممکن است شپش باشد. گاهی خارش پوست نشانه مشکلات عمیق تر است. گاهی پوستتان با نشانه هایی به شما اطلاع می دهد که چیزی در داخل بدن شما درست نیست. در این موارد خارش پست نشانه ای از مشکلات عمیق است مانند کهیر و یا پدکشیدن پست. این مشکل ناشی از حساسیت است پدکشیدن پست مانند نوارهای متورمه است که گاه به تنهایی و گاه به شکل ای ظاهر می شوند معمولا پدکشیدن پست با خارش همراه است استرس گرما ورزش و یا قرار گرفتن در معرض آفتاب نیز ممکن است باعث پدکشیدن پست شود بیماری های پوستی صدف مانند. در این بیماری بدن شما سلول های پوستی را بیش از اندازه تولید می کند. این سلول ها در لکه های التحابی خارشدار در روی سطح پوست جمع می شوند. بیماری پوستی نتیجه فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی است. بارداری از هر زن باردار بیش از یک نفر با مشکل خارش مواجه است. دلیل این مشکلات از بخارات بیزرر تا شرایط جدی تر متغیر است. و دواها گاهی برخی از دواها در پوست شما ایجاد خارش می کند. اگر خارش زیاد و آزاردهنده باشد حتما با داکتر خود صحبت کنید. برگشتیم دوستا این موضوع به ما واقعا جالب بود ممکن به شما هم جالب باشه ای که کرم های مرده در مغز یک فرد پس از 20 سال منجر به تشنج شود چطور دانشمندا یک تحقیق را انجام دادن تازه ترین تحقیق را و گفتن یک مرد 38 ساله که در مغزش یک تشنج وجود داشته یا به وجود آمده در اثر وجود کرم هایی بوده که 20 سال قبل در مغزی فرد وجود داشته و اساس یک نشریه جورنال, جورنال پزشکی نیو انگلند یا یک تحقیق را به نشر رساندن گفتن یک مرد 38 ساله که مغزش یک تشنج به وجود آمده بود در اثر برخی از کرم های نواری که توسط نورو سیستی سرکوزس به وجود آمده البته ممکن پیش دوستان ما سوال خلق شود که نورو سیستی سرکوزس چی هست نورو سیستی سرکوزس عاملش سیستی سرکوز است که در خوردن تخم تینیاسیلیوم و یا هم فرد که بعضی از کرم ها را نوشجان میکنند و یا بعضی از تخم ها را باعث میشه که به مشکل دچار شود و همچنان این افونت انگلی هست دوستایی که به پرسش خلق میشه که انگل چیست انگل نوی از افونت است که برخی از موجودات به خاطر بقای حیاتشون در وجود برخی از دیگه موجودات زنده زندگی میکنن و از او وجود به عنوان میزبان استفاده میکنن به دلیل ویروس و یا افونت هم از وجود انسان ها به عنوان میزبان استفاده میکنن و پزشکان در رابطه با بررسی های اولیه ای تحقیق گفتن زمانی که سی جر در مغز ای شخص دیده شده البته این فرد از اهل گواتمالا بوده و زمانی که تازه به ایالات متحده مهاجر شده اصلا خود ای شخص از گواتمالا بوده و ای که گفتن فرزن مشخص نیست که چرا این فرد دچار ای شده که کرم ها 20 سال قبل در مغزش وجود داشته باشه اما به اساس برخی از گفته های برخی از دانشمندان ثابت شده که فرزن حداقل گفته قدر ما میفهمیم که غذایی را که این فرد مریض نوش جان کرده توسط یک فردی که منجر و این کرم های نواری بوده آماده شده و این میتونه یک دلیل به خاطر ایجاد این کرم ها باشه این نیروسیستی سرکوزیس یک پدیده بسیار نادر و کمیاب است در آمریکا البته این یکی از اولین این پدیده ها در سال 2019 در مغز یک خانم این تومور پیدا شده البته دانشمندان این را فکر نمیکردن که فرزن ای کرم های نواری مرده هست یا خیر فقط ایا به فکر تومور بودن به عنوان تومور ای شخص را مورد تداوی قرار دادن اما متاسفانه پدیده جدیدش را که تازه ترین تحقیقات نشان داده که وجود کرم های مرده باعث شده که مغز یک فرد دچار تشنج شود. و دانشمند که این تحقیق انجام داده گفته به من این موضوع واقعا جالب است که کرم 20 سال قبل مرده اما پس از 20 سال دوباره باعث شده که در مغز یک فرد تشنج به وجود بیاره پس ما به این فکر نباشیم که فرزن اگر ما ما را برخی از بیماری ها تهدید میکنه برخی از ویروس ها تهدید میکنه اگر ما به نحو وقایه شویم و تداوی شویم دوباره دچار دو برخی از مشکلات نمیشیم بلکه کرمای مرده که پس از 20 سال باعث تشنج شده ممکن بسیاری از بیماری های دیگه هم میتونه بسیار خطرناک باشه و زندگی ما را تهدید بکنه سپاس از همه دوستای خوب ما که تا آخرین لحظات برنامه با ما بودین دوستای که میخوان سهمی از برنامه اکسیژن باشن و یا برخی از مشکلاتی که شما دارین و میشرمین از پیش دکتر رفتن و نمیتونین این مشکلتان را حل بسازین میتونین به شماره واتساپ ما پیام بگذارین 0745 500 335 لحظات پایانی برنامه اکسیژن است دوستای خوب ما قرار است ما با شما خدافیزی بکنم میگم سلامتی بزرگترین نعمت خداوند است از خداوند بزرگ و منان جسم و روح سالم برتون میخوایم وارزو کنم بهترین ها در قسمت روزیتان باشه تا هفته بعد و برنامه بعد خدا نگهدار